درود خدمت علاقه مندان و دوستان ورزش، دوستداران سود پلاس. با افتخار خدمتون هستم دقایق بعد از بازی ایران و ژاپن در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آسیا که با برد ایران و اونم در ثانیه‌های وقت‌های تلف شده به دست اومد، ایران یه جورای قول‌کشی کرد و بخت اول قهرمانی جام ملت‌های آسیا رو از جام به بیرون فرستاد، در خروج رو به سامورایی ها نشون داد و در نهایت بازی که در ابتداش ایران عقب افتاده بود با برتری 2-1 به سود خودش تمام کرد. امید ابراهیمی و علیرضا جهانبخش از روی نقطه پنالتی در دقیقه 97 پرونده ژاپنی ها رو بستن. تیمی که این همه لژیونر داره و خدمتتون عرض بکنم تمام بازیکناش در تیم های مختلف اروپایی در لیگ های معتبر مثل بوندسلیگا، لیگ برتر و جزو یه جورای آسای تیم های خودشون هستن، نیمه دوم هیچی برای گفتن ژاپن نداشت و ایران زمانی که فهمید میتونه از این تیم عبور بکنه و واقعا میگم ترسش هم ریخت، چون قبل از اینکه ایران گل بخوره واقعا خوب فوتبال بازی نمیکرد. گلو که ایران خود اصلا ترسش ریخت بیرون. شاگردان امیر قلعه نوعی یه تیم دیگه ای شدن، نیمه دوم سرپا حمله کردن، حتی یه گل هم توسط سردار آزمون زدن که داور آفساید گرفت، اما ایرانی ها ناامید نشدن و دیدن که میتونن از این خط دفاعی از همپاچیده ژاپنی ها عبور بکنن و در نهایت اجازه ندادن این مسابقه حساس به وقت‌های اضافه ضربات پنالتی کشیده بشه. ایران زمانی که خواست تونست فوتبال بازی کنه و ژاپن رو ببره و نشون داد که ایرانی ها هر زمانی که در شرایط سخت قرار بگیرن و کنار هم متحد باشن میتونن کارهای نشدنی رو ممکن بکنن و به نظر من خب خیلی ها فکر میکردن، خود من فکر نمیکردم که ایران بیاد و اینجوری فوتبال بازی کنه و ژاپن رو شکست بده. اسیر محض ایران بود. میگم نیمه دوم ژاپن هیچی برای گفتن نداشت، با اون همه ستاره مات و مبهوت بودن شاگردان آقای موریاسو از دم دروازه تا خط حمله. شما نگاه بکنید بازیکنان ژاپن رو، همشون در تیم‌هایی که دارن در اروپا بازی میکنن، از اندو که در لیورپول هست تا بسیاری از بازیکنانی که در برایتون با در بوندسلیگا، بیشتر باشگاه‌های بزرگ بوندسلیگا بازیکنان ژاپنی دارن و این بازیکنانی که فوتبال کلاسیک رو از بچگی از کودکی شروع میکنن در آکادمیا و میان بالا و میرن در تیم‌های بزرگ، اینجوری در نیمه دوم اسیر محض تیم ایران بودن. ایران در تمام خطوط فوق‌العاده بازی کرد، به خصوص خط هافکش که اجازه نداد ژاپنی اصلا طراحی در خط حمله داشته باشن و توپ هم آوردن، اما علیرضا بهرامن بسیار خوب کار کرد. خط دفاع ایران خیلی خوب بود، اصلا یه جورایی نبود مهدی طارمی احساس نشد و ایران بازی بدون طارمی رو تجربه کرد و دیدن که نه میتونن بازی کنن و به نظر من محبی در پست وینگر چپ فوق‌العاده بازی کرد، اجازه نداد که بازیکن ژاپنی از اونجا عبور بکنه و هر زمانی که خواست این خط دفاع رو به هم ریخت. سامان قدوس همچون بازی گذشته فوق‌العاده بود. الان ایران باید منتظر بازی قطر و ازبکستان باشه تا در مرحله نیمه نهایی به مساف این تیم برد. ایران مدت‌ها بود که نتونست صعود به مرحله نیمه نهایی صعود بکنه، در دور قبل که در همین مرحله مقابل ژاپن شکست خورده بود، در جام‌های قبلی هم در 2015 مقابل عراق شکست خورده بود، در جام قبلیش هم با افشین قطبی مقابل کره و همینجوری که نگاه می‌کنیم ما سالیان سال بود که نتونسته بودیم به مرحله نیمه نهایی صعود بکنیم. امیدوارم که معادلات رو به هم بریزن و یه جورایی برن و نتیجه بگیرن و بگن که آقا همه کارشناسان و خیلی‌ها اشتباه می‌کردن و تیم ایران زمانی که خواست تونست به نتیجه برسه و همین ژاپن، میگم کمتر کسی فکر میکرد ژاپن حریف ایران نشه و شکست بخوره و واقعا میگم فوتبال فوق‌العاده ای در نیمه دوم ایران و ژاپن رو میشه اصلا از این جام جدا کرد، چون ایران زمانی ایران شد که فوتبال نیمه دومش رو بازی کرد، یعنی کمتر تیمی مقابل تیم ملی ایران میتونه حالا در قاره آسیا توی فوتبال نوع فوتبال شکل نیمه دوم ایران بتونه مقاومت بکنه. ژاپنی که همه گذاشته بودن کنار که فینال برای این تیمه،
تو نیمه دوم تیمی شده بود که فقط دعا میکرد که فوتبال و بازی بره به وقت اضافی و ضربات پنالتی، اما ایرانی ها نگذاشتن، یعنی هرچی اجازه ندادن و سامورایی ها رو با دست خالی و با سری افکنده به خونه فرستادن. فوتبال همینه دیگه، یه طرفش برد یه طرفش باخت. امروز حق ایران بود که بازی رو ببره و با آدم انصاف و رعایت کرد که بگیم که ایران امروز، میگم من خودم اصلا فکر نمی‌کردم فوتبالی که نیمه دوم ایران بازی میکنه این مدلی باشه. بعد حتی زمانی که ایران گل خورد من منتظر بودم گل بعدی رو هم ژاپن بزنه، اما زمانی که بازیکنان رفتن تو جل این که آقا ژاپن و بالاتر از ژاپن رو میتونیم ببریم، اونجا پرونده ژاپن بسته شد و ژاپنی‌ها شانس آوردن که بازی رو 2-1 باختن با اختلاف بیشتر گل نباختن. در نهایت تبریک عرض می‌کنم به بچه‌های تیم ملی ایران و مردم ایران، امیدوارم که هرچی که شایسته اونا از اتفاق بیفته و امروز فوتبال روی خودش و روی خوشش رو به ایران نشون داد و بچه‌های ایران مزد تلاش خودشونو گرفتن و نشون دادن که آقا اگه بخوان فوتبال بازی کنن و متحد باشن، ژاپن که چه بالاتر از ژاپن رو هم میتونن اسیر اون حرکات تکنیکی خودشون بکنن و نشون دادن که مهدی طارمی هم اون چیزی نیست که فکر بکنیم که آقا اگه نباشه چی میشه و چنان میشه. نه، یه بازیکن مثل محبی هم میتونه بیاد و همون اتفاقات رو رقم بزنه. شب روزتون خوش، امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشید.